افتتاحی قصر دارلمان با واکنش‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روبرو شد. روحی 31 اسد 1398. شب گذشته افتتاحی مراسم قصر دارلمان انجام شد. قرار بود این قصر روز استقلال افتتاح شود، ولی به خاطر حمله حراس افغانانه بالا یک عروسی افتتاح این قصر به تعویق افتاد. ولی در افتتاح این قصر جز تیم دولتساز و چهره های سیاسی نزدیک به ارگ در محفل افتتاحیه حضور نداشتند. رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله میگوید که با سازی قصر دارلمان پیکارهای انتخاباتی در پی دارد و از همین رو وی در این محفل حضور نداشتند. ولی این کار آقای غنی با واکنش های نامزدان و نهادهای ناظر انتخابات روبرو شد. از جمله آقای الحاج محمد ابراهیم الکوزی میگوید این کار آقای غنی یک کمپین و برای رسیدن به مقصد و حکومت دوباره از پول و منابع بیت المال استفاده میکنند. این نامزدان انتخاباتی میگوید حالت افغانستان بحرانی هست و آقای غنی باید سر روند سال و حالت یک اجماع سیاسی افغانستان باید تمرکز کند، نه در برنامه های کمپاینی انتخاباتی. همچنان سخنگوی دسته انتخاباتی صلح و همگرایی گفت باید کمیسیون شکایات انتخاباتی این روند را بررسی کند، چون آقای غنی تمام تدابیر و محفل هایی که بر هر مناسبت برگزار می شود مال دولت و حق مردم را در آن استفاده می کنند. اما مسئولان ارگ ریاست جمهوری می گوید که آقای غنی هیچ نوع خلافکاری نکرده و مشکل از کسانی هستند که آقای غنی را تخریب می کنند. در افغانستان نړۍ او سیمه د مهم خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوې او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.